از اول تا هفتم ماه آگست هفته جهانی تغذیه با شیر مادر است. برای گرامی داشت از این روز مراسم از سوی وزارت صحت عامه در ریاست اجرایه برگزار شده است. وزارت امور زنان از حکومت می‌خواهد که رخصتی دوره زایمان کارمندان زن را برای تغذیه بهتر کودکان با شیر مادر از 3 ماه به 6 ماه افزایش دهد. رخصتی ولادی ده. ولادی رخصتی ده موه تاسه ده کار پا قانون کشته. دره میشته ولادی رخصتی شته. او که ده دره میشته تا موه اضافه امکانات یوی چه شپاگ میشته شیده با نو دیر که کار بشی. پا چه چه تر شپاگ میشته با ماشوم لگنور هم لوی شی. او باد واقعنا چه کلا مور وظیفه تازریگی دوی تا کم زیاد نرسیگی. در این نشست، نماینده سازمان جهانی بهداشت از حکومت افغانستان می‌خواهد که یک سیاست تغذیه با شیر مادر را در این کشور آماده و اجرایی سازد. مادران برای شیردهی به کودکانشان در خانه، جامعه و جای کار نباید با هیچ مانعی روبرو شوند. خانواده ها باید از شیردهی مادران به کودکان حمایت کنند و برای کارمندان نیز فضای امنی برای شیردهی به کودکانشان فراهم شود. وزیر صحت عامه با اشاره به فایده های تغذیه کودک با شیر مادر از نخستین لحظه های تولد تا 2 سالگی می گوید که باید رخصتی 3 ماهه دوره زایمان زنان در همه نهادها اجرایی گردد. امایل صادقانه که اکثر نو تبایی جهست وقتی که طفل با شیر مادر تغذیه میشه نیازمندیش به شفاخانه رفتن بسیار کم میشه. مقاومتش در مقابل امراض بلند میشه. قوت جسم فکری و قوت فیزیکیش یقینی میشه. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت فراهم نبودن فضای مناسب را برای شیر دادن مادران به کودکانشان در نهادها یک مشکل جدی میگوید. آیا بخش خصوصی رخصتی 3 ماه را به مادران مراعات میکنه یا نمیکنه؟ اگر نمیکنه حقوقشان حقوق مادران ضایع است. بخش دولتی حکومتی شرایط مساعد ما داریم در محیط کار برای تغذیه با شیر مادر، اما محیطش ایجاد کردیم، اگر نکرده باشیم یک مشکل بزرگ است. تغذیه درست کودکان با شیر مادر و خوراک سالم از جمله 17 هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد برای کشورهای جهان است که باید تا سال 2030 میلادی برآورده شوند.